سلام دوستان خوش اومدید به کلاس درس خب همونطوری که انتهای ویدئوی قبلی گفتم توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه رابطه مربوط به سرعت متوسط رو اثبات بکنیم و ببینیم که چرا سرعت متوسط ذره از اون رابطه ای که توی ویدئوی قبل گفتیم به دست میاد خب از اینجا شروع میکنیم که گفتیم متوسط سرعت ذرمون برابر هستش با مشتق مکان متوسطش نسبت به زمان درسته که این هم برابر می شود با مشتق دی به دی تی رابطه ای که مکان متوسط ازش به دست میاد که هست انتگرال از منفی بی نهایت تا بی نهایت ایکس در اندازه سای به توان دو دی ایکس درسته که من وابستگی سای به زمان و مکان رو دیگه ننوشتم یعنی سای از میخوام سای همون سای ایکس و تی هستش توی رابطه خب علاوه بر اون من حدود انتگرالم از اینجا با بعد دیگه نمی نویسم یعنی فقط علامت انتگرال رو میذارم اما منظور انتگرال از منفی بی تا بی هستش خب اولین کاری که میکنیم این مشتق رو میبریم داخل انتگرال بنابراین سرعت متوسطمون برابر خواهد بود با انتگرال x در مشتق خب مشتقمون تبدیل میشه به مشتق جزئی چون سای هم تابع زمان و هم تابع مکانه پس میشه روند به روند تیه اندازه سای به توان دو دی x خب این تیکه انتگرال عبارت تحت انتگرال اگر نگاه بکنید مشتق اندازه سای دو نسبت به زمان همون چیزی هستش که توی بحثمون در مورد به هنجار کردن یا نرمالیزه کردن تابع موج هم بهش برخوردیم و اونجا نشون دادیم که اگر خاطرتون باشه نشون دادیم که مشتق جزئی اندازه سایدو نسبت به زمان برابر هستش با این عبارت رند به روند ایکس سایستا یعنی مزدوج مختلط سای زبدر دی سای به دی ایکس یا روند سای به روند ایکس منهای روند سای ستار برانده x یعنی مشتق جزئی سایستان نسبت به x در سای این عبارت این تصاویر رو اثبات کردیم توی ویدئوی مربوط به نرمالیزیشن تابع موج اگر خاطرتون رفته میتونید یه نگاهی به اون ویدئو بندازید و براتون یادآوری میشه که چرا این برابری وجود داره در حقیقت از معادله شرودینگر استفاده کردیم برای نشون دادن این تصاویر خب این جایگذاری اگر توی انتگرالمون انجام بدیم خواهیم داشت چی هان ببخشید من یک ثابتی رو هم اینجا یادم رفت برابر بود با روند به روند ایکس این عبارت ضبط در یه ثابت که اون ثابت رو هم آی اچ روی دو ام هستش من ثابت رو یادم رفت بنویسم خب دقیقا تصاویمون این هستش حالا اگر این جایگذاری رو توی انتگرالمون انجام بدیم IH بار رو دو ام که ثابت هستش از انتگرال میاریمش بیرون خواهیم داشت IH بار روی دو ام در انتگرال X در روند به روند X این عبارت سای ستار در روند سای به روند X من های روند سای ستار به روند ایکس در سای دی ایکس خب این دوتا دی ایکس ها هم اگر با هم دیگه سادشون بکنیم خواهیم داشت آی اچ بار روی دو ام در انتگرال ایکس دی این عبارت یا روند این عبارت میتونیم بنویسیم سای ستار روند سای به روند ایکس من های روند سای ستار به روند ایکس در سای خب حالا این انتگرالی که اینجا داریم روشی که میشه این انتگرال رو حساب کرد انتگرال گیری جز به جز هستش پس بعد از انتگرال گیری جز به جز استفاده بکنیم انتگرال گیری جز به جز چی میگه؟ میگه که وقتی ما داریم انتگرال اه حاصل اه انتگرال اگر یو و دوتا تابع باشن انتگرال یو دی برابر میشود با یو وی من های حدود انتگرال هم فرض کنید که مثلا از آتا تا بی هستش میشه یو از توی بی و آ که از هم کمشون میکنی منهای انتگرال از آ تا بی وی دیه یو خب حالا توی عبارتی که ما داریم فرض میکنیم که این ایکس یو ما هست و این عبارت تابع وی ما هست خب یعنی انتگرال یو وی دی, وی بازم ما داریم یعنی داریم آی بار رو دو ام آی بار روی دو ام انتگرال از منفی بی نهایت یو دی وی درسته خب حالا اگر از انتگرال گیری جز به جز استفاده بکنیم انتگرالمون برابر با چی میشه من میام اینجا خور با فاصله می نویسمش پس سرعت متوسطمون برابر می شود با x در سایستار استار دی سای به دی روند سای به روند ایکس من های سای استار به روند ایکس در سای این میشه یووی مون که باید به جای ایکس مثبت بینهایت و منفی بینهایت بذاریم و از هم کم کنیم بعد من های چه عبارتی من های آی اچ بار رو دو ام در انتگرال خب وی دی یو این بار وی مون میشود um, سای استار روند سای به روند ایکس منهای های روند سای استار به روند ایکس در سای دی ایکس درسته؟ خب اول بیاید این عبارت که انتگرال نداره رو با هم دیگه حسابش بکنیم خب یه چیزی رو دقت بکنید ما گفتیم که در مورد تابه های سایی ذرات فیزیکی رو توصیف میکنن که نرخ میراییشون بزرگتر از یک رو رادیکال ایکس باشه یعنی یک رو رادیکال قدر مطلق x باشه درسته که یک رو قدر مطلق x رو میشه نوشت قدر مطلق x به توان منفی یک دوم پس نرخ میرایی سای از این بزرگتر هستش بنابراین اگر از این یه مشتق نسبت به x هم بگیریم نرخ میرایی مشتق سای نسبت به x هم بزرگتر از قدر مطلق x به توان منفی سه دوم میشه درسته منفی سه دوم قبوله خب یعنی کلا سای در دی سای به دی ای ایکس یه نرخ میرایی بزرگتر از حاصل ضرب این دوتا داره که حاصل ضرب این دوتا میشه قدر مطلق ایکس به توان منفی دو خب اگر یه ایکس هم توش ضرب بشه ایکس در قدر مطلق ایکس به توان منفی دو میشه از مرتبه چی یک ایک ایکس هم. درسته بنابراین x اگر در این عبارت ضرب بشه کل عبارت از مرتبه یک ایکسوم یا بزرگتر از اون خواهد بود میراییش این همین میرایی جمله دوم هم همینه چون اولیش مشتق سایه زب در خود سای میشه زب در یک ایکس هم میشه پس این جمله هم میراییش بزرگتر یا مساوی یک ایکس هم خواهد بود چطور اینو فهمیدیم یه بار دیگه دقت بکنید خود سای که قبلا بحث کرده بودیم که برای اینکه یک ذره فیزیک رو توصیف بکنه میرایی بزرگتر از قدر مطلق ایکس بتا منفی یک دوم داره اگر یه مشتق ازش بگیریم میشه از مرتبه قدر x به توان منفی 3 دوم و بنابراین ضرب این دوتا منفی یک دوم برابر سه دوم می شود منفی دو از مرتبه قدر مطلق x به توان منفی دو یا سریع تر هست می رایش ضرب در این جمله x هم اگر بشه میشه x به توان منفی یک یا قدر مطلق x به توان منفی 1 خب پس از از مرتبه یک رو قدر مطلق x خواهد بود میرایی کل این عبارت اگر از مرتبه یک رو قدر مطلق x یا بزرگتر باشه بنابراین توی بینهایت و منفی بی نهایت صفر هستش و اگر از هم کمش بکنیم من باز صفر به ما میده پس این عبارت اول کلا صفر هستش قبول کردید اینو از من بنابراین متوسط سرعت ذرمون فقط میشود این انتگرال دوم خب حالا این انتگرال دوم رو چی کارش باید بکنیم؟ دقت بکنید که به اون رابطه ای که ما برای متوسط سرعت زرمون توی انتهای ویدئوی دوم گفتیم این انتگرال یه خورده شبیه هستش اونجا هم سای سای استار زب در مشتق سای نسبت به مکان رو داشتیم اما این جمله دوم رو نداشتیم خب برای اینکه این جمله دوم رو یا در حقیقت اینو میشه به صورت جمع دو تا انتگرال نوشت دیگه اینو میشه نوشت مساوی هستش با ببخش من با سبز میشه گفت مساوی هستش با انتگرال منفی آی بار رو دو ام در انتگرال سای استار روند سای به روند ایکس دی ایکس به علاوه دومین جمله اونم میشه آی بار رو دو ام انتگرال روند سای استار روند x در سای دی ایکس. درسته خب حالا این جمله اول رو بیاید نگهش داریم چون خیلی شبیه اون عبارتی هستش که میخوایم بهش برسیم جمله دوم رو بیاید یکم باش بازی بکنیم مجددا از انتگرال گیری جز به جز استفاده میکنیم براش اگر انتگرال گیری جز به جز رو روی این انجام بدیم دقت بکنید که این جمله رو میشه نوشت پس این جمله اسمش رو بذاریم دو جمله دو رو مساوی هستش با چی؟ آی بار روی دو m در انتگرال خب این دی ایکس رو اگر با هم دیگه ساده بکنی میشه انتگرال سای دیه سایستار درسته که طبق انتگرال گیری جز به جز مساوی میشود با این آی بار رو دو ام رو که داریم آی بار رو دو m بعد اولی خواهد بود سای در سای استار از مثبت بی نهایت تا منفی بی نهایت من های بار رو دو ام در انتگرال سای استار دی سای درسته؟ خب دقت بکنید که این جمله اولی مجددا صفر میشه چون سای و سای استار هر دو میرایی بزرگتر یا مساوی با یک رو رادیکال x دارن پس حاصل ضربشون از مرتبه یک رو قدر مطلق x خواهد بود یا میرایی بیشتر از اون یک رو قدر مطلق x پس توی بی نهایت و منفی بی نهایت. صفر هستش سای زب در سای استار یه شکل کوچیک من برای اینکه این یادآوری بشه بهتون اینجا میکشم همونطوری که گفتیم اگر اندازه تابع سایمون رو ما بر حسب x رسم بکنیم مثلا میتونه یک همچین شکلی داشته باشه که به ازای x مساوی مثبت و منفی بین نهایت صفر میشه و نرخ میراییش هم از تابع یک روی رادیکال قدر مطلق x بزرگتر هستش حتما تا و به سایی که ذرات فیزیکی رو توصیف میکنن پس وقتی سای توی سایستار ستار ضرب میشه نرخ میرایی به تاون دو میرسه میشه از مرتبه یک رو قدر مطلق x یا بزرگتر و اون وقت مجرد توی میره نهایت و منفی بی صفر هستش پس این جمله کلن صفر خواهد بود این جمله میشود صفر جمله دوم میتونیم به این شکل بنویسیمش این دی رو میتونیم بنویسیم منفی خب یه منفی آی اچ بار رو دو ام که داریم منفی آی اچ بار رو دو ام در انتگرال میتونیم بنویسیمش دی اس و سای استار در روند سای به روند ایکس دی ایکس درسته به یه دی ایکس یه مشتق نسبت به ایکس گرفتیم ضرب در ایکسش کردیم خب این دقیقا اگر دقت دقیق بکنید مساوی همین جمله یک هستش یعنی جمله دو دقیقا با جمله یک برابر این چیزی که این پایین به دست آوردیم که جمله دو بود با جمله یکمون یکسان هستش بنابراین این بیاید با رنگ زرد بنویسیم سرعت متوسط زرمون میشود دو برابر جمله یک پس این ضریب دو توی مخرجمون اون از بین میره میشود منفی آی اچ بار بر روی ام در چی انتگرال سای استار خب حالا حدود انتگرال رو بیاید این بار بمیسیم منفی بی نهایت تا بی نهایت سای ستار در روند سای به روند ایکس دیه ایکس. پس این همون عبارتی هستش که انتهای ویدئوی قبلی گفتیم میدونم که اثباتش یه مقدار پیچیده بود اما همونطور که گفتم لزومی نداره که این اثبات رو بدونید من فقط برای کامل شدن بحثمون اینجا نشون دادم بهتون که چطور میشه این اثبات رو انجام داد خب خیلی ممنون از توجهتون توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ